با درود و سلام و شالوم خدمت بینندگان گرامی، کوروش سلیمانی هستم در خدمت شما و این برنامه را از آتلانتا جورجیا ایالات متحده به شما هدیه میکنیم و درباره ابراهیم میخواستیم صحبت کنیم، آنطور که در تورات از ایشون ذکر خیر شده. البته اشاره میکنم به ابراهیم اونجوری که در اسلام و قرآن یا حدیث ها بهشون اشاره شده و همینجوری که میدونین ابراهیم خلاصه میره توی بتکده و میز تمام بتای کوچیک رو میشکنه و بعدش که اون نمرود میاد اونجا میگه که اینا رو شکست، ابراهیم میگه این بت بزرگه این که، بعد نمرود عصبانی میشه میگه که آخه که کاری نمیتونه بکنه، بعد ابراهیم هم بهش میگه خب کاری که نمیتونه بکنه پس چطوری تو انتظار داشته باشه که خالق تو باشه. خلاصه اگر این موضوع درست باشه، حکایت از شهامت ابراهیم داشته که قابل تحسینه، چون بت برای بت پرستا مقدسه، همونجوری که برای خدا پرستا خدا مقدسه. و شما که خودتون میدونین اگر کسی به نبی به خدا توهین بکنه همین حالت جمهوری اسلامی چه بلای سرش در میارن. به هر حال حالا بگذاریم بریم سراغ حضرت ابراهیم که اینجور که در تورات ازشون ذکر خیر شده. برای معرفی خودم باید بگم که من در یک خانواده یهودی به دنیا آمدم، یهودی تبار هستم، ولی به دلیل هایی که بعدم براتون توضیح خواهم داد من هنوز یهودی هستم، خودم یهودی میدونم، چون که سالها حدود 6000 سال شاید این ور اون ور به هر حال یک قوم قبیله با یک فرهنگی، زبانی، سنتی، تاریخی خوب یا بد هرچی که بوده زندگی کرده، خودش رو حفظ کرده و این موضوع قابل احترامه. حالا برای شما قابل احترام نیست، خب این نظر شماست. بریم سراغ زندگی حضرت ابراهیم. من اشاره بکنم به خاطر که به من اطمینان کنید، این از کتاب تورات داریم نقل قول میکنیم و من صفحه‌هاش سوره و آیه و پاسخ ها رو اینجوری که توی ابنی میگن همه شو براتون میگم و سعی میکنم یه مقدار خلاصه بگم. از ابراهیم اینجوری که داستان شروع میشه، فصل 11 برشیت نوح. بله این قصه ها رو میخونم. میگه خدا به ابراهیم گفت از کشور زادگاهت و از خانه پدرت به سرزمینی که من به تو نشون میدم برو. حالا ابراهیم وسط بیابون نشسته، کاری هم به کسی کاری نداشت، همینجوری تو فکر بوده، میبینه خدا یکی داره باش حرف میزنه، این ور اون ور اون ور نگاه کنه کی بوده، بعد خدا میگه که آره تو بیا برو زادگاه. حالا چرا خدا این کارو میکنه نمیفهمه. بعد میره به کنعان، میگه برو اونجا تا من بهت برکت میدم و خلاصه که بزرگ بشی. بعد میگه من برکت کنندگان را، برکت و نفرین کنندگانت را لعنت خواهم کرد. اینه که اگر یکی از شما شنیدین که میگه خدا لعنتش کنه، این از تورات اومده، حالا وارد قرآن شده یا نه من نمیدونم، ولی از سن سال ابراهیم جویاباشی در اون موقع 75 سالش بوده و حالا خدا چرا این همه صبر کرده، یه آدم 75 ساله رو مثلا انتخاب کرده، خب اونشم زیاد مهم نیست، ولی با همسرش که سارای بوده خلاصه راه میفته و میره اونجا و وارد سرزمین کنعان میشن. بعدش قسمت بعدش که من خدمت شما عرض کنم، میگه که ابراهیم به خدا میگه خداوندا تو که میخوای به من برکت بدی من فرزند ندارم. میگه پیشکار منم که الیعزر، یعنی پیشکار خودشو به خدا معرفی میکنه، میگه که دمشقی هم هست در زم، میگه که من بمیرم تمام ارث و وارث به این میرسه. حالا معلوم نبود ابراهیم بیابونگرد با یه چادر و چند تا بز و شتر اینا چی داشته که نگران ارثش بده. بعد میگه که خدا هم بهش میگه که کسی از وجودت خارج میشد، بعد او خالصه وارث ارثت. حالا خدا و اینا جفتشون نگران ارث و میراث بودن. بعد میگه که به این ستارگان نگاه کن، من اندازه این ستارگان
آسمون و کهکشان ها. من البته اون وقتا خدا کهکشان ها رو یا یادش نبوده بگه یه هنوز خلاصه خلق نکرده بوده، ولی همون آسمون مسترمون زیاده. میگه به اندازه ستارگان آسمون من به تو برکت میدم و ذریت میدم و نسلت زیاد میکنم. حالا از قرار معلوم خدا یه 6-7 ستاره پیشتر خلق نکرده بوده تو آسمون، چون ذریت قوم بنی اسرائیل خیلی خیلی کمه نسبت به ذریت کسای دیگه، نفرات دینای دیگه یا حتی بی دینا. ولی خب آقای رافی پور که ذکر خیرش شده شد میگن که این منظور از ذریت ابراهیم اونایی که از پشت اسماعیل بودن و حالا مسلمان ها نمیدونم حدود 1 میلیارد خورده جمعیت دارن و منظور از خدا این بوده. حالا دلشون به این خوش باشه، ما کاری نداریم. ولی به هر حال اینجا میگه که و او به خدا اعتماد کرد. آخه شما فکر کردین آخه این مگه خدا، مگه ابراهیم به خدا شک داشته قدر قبلا که حالا اعتماد بکنه؟ خلاصه بشه اعتماد بکنه و این کار رو خوب میده. حالا بگذاریم و بریم سراغ صفات بعد. میگه که دوباره خدا میاد به ابراهیم قول میده، میگه من بهت قول میدم که نسل تو رو زیاد کنم. و پس بنابراین به خاطر که یک عهدی با هم ببندن میگه که تمام مردای چیز باید خلاصه ختنه بشه. حالا دیدم ختنه است یا ختنه نمیدونم درستش. خلاصه هر کس که خلاصه سر آلتش بریده شد اینجوری که تورات نوشته شده بین عهد ما. حالا وجدانن شما اگه بخوایی عهد با یکی ببنده از این کارا می اگه به خاطر هر عهد و پیمانی یه مقدارش ببرده که دیگه چیزش نمیمونه. به هر حال من نمیدونم این جناب حاخام ها، این روحانیون بزرگوار اینا رو چطوری دربارش همه چیز تفسیر میکنن، به غیر از همه چیزا که من نمیدونم چجوری واقعی اینا جور در میاد. به هر حال میگه که بگذاریم. بعدش هم میگه که بعدش به چیز میگه که خلاصه دوباره خدا قولش رو یادش میده و دوباره میاد میگه من به تو قول میدم که وقت سارا در همین موقع خواهد زایید و من عهد با تو استوار میکنم. بعدش ابراهام از اینجا به سرزمین نگب مسافرت کرده. حالا چراش به من مربوطی از من نپرسید، من چیزی نمیدونم. و بین قادش شد در گرار اقامت کرد و اونجا که رفت به اون حاکم پلشتیم میگه که من میترسم. حالا در ضمن اینجا سارا 90 سالش، من میترسم چون تو زیبا هستی. میگه دانستم تو زن زیبایی هستی، یعنی تا حالا من نمیدونستم زن زیبایی هستی. حالا دوزاری مفتد میگه این آدم های مصری های چشیز تو رو که ببینن دیگه توان از کف میدن و خلاصه تو رو از من میگیرن و خلاصه میبرن. و به خاطر اینکه چه اگر من بگم من شوهر تو هم، چون که اینها با زن شوهردار وصلت نمی کنن، چپ نگاه نمی کنن، من می کشن که خیالشون راحت بشه که دیگه تو شوهر نداری و خلاصه کار به جای باریک میکشه. پس بنابراین بگو من خواهر تو هست. شنوندگان گرامی، بینندگان ارجمند، این موضوع تقیه در اسلام از همینجا شروع شده. یک روش دیگه هستش، هم غلط هم درسته. مثلا من یادمه در مشهد که بودیم، این توی که بازار دور حرم کسایی که دروغ میخواستن بگن در ضمن دروغشون نصفشون راست بوده، گناهکار نشن سر خدا کلا بذارن، میگفتن به این حرم مقدس مثلا این قیمتش اینقدره، مطهر ببخشید، حرم مطهر. بعد البته تو فکر خودشون حرم مطهر کله تاسه که تلشون بوده، نه اون حرم طلایی که توی صحن دیدین امام رضا. از این چیزا زیاده. حالا بخنده یا مثلا این میتونه حالا هم خواهر هم زنش باشه، چون که خواهر ناتنی بوده، پدرش یکی بوده، حالا
دو زن هم بوده از قرار من، اون وقت ها مثل که این رسم بوده که دو تا زن داشته باشن. ولی این موضوع باعث شده که بعضی من دیدم که یهودی ها با دختر خواهر خودشون هم ازدواج کردن و علتش اینه که در چون در آوارگی و پراکندگی و گالوت چون نمیخواستن با غیر یهودی ازدواج کنن، حالا یا اونا باشون ازدواج نمی کردن، اینا مجبور بودن توی خودشون در محیط کوچک ازدواج کنن و این ازدواج های نزدیک باعث بیماری های خیلی شدیدی میشه و یه بیماری مخصوصی هست که توی یهودی ها هست متاسفانه به خاطر این بیماری های اینا. این خطرناکه، این بزرگترین ظلمی که به نسل بشر شده همین فرمایشات توراته که هیچ کس نمیخواد بچهش صدمه دیده باشه. بینه بدونن که توی آلاسکام اونا هم یه همچه شرایطی داره، البته مذهبی نیستن ولی تو خودشون خیلی ازدواج نزدیکی داشتن و میبینن یه بیماری های خیلی خیلی زیادی بوده و حالا کار به جایی میرسیده که یه مهمونی که میومده خونشون دست به دامنش میشده که بابا بیا با زن من امشب بخواب، که بلکه فرزندی که میاد به دنیا میاد، درسته که من پدرش نیستم ولی حداقل سالمه. هیتلر هم دختر خواهرش ازدواج نکرد ولی معشوقش بود. حالا من کاری ندارم به این موضوع، باید فکری بکنید توی اولا این ازدواج های که ممنوعیت داشته از دینای دیگه باعث میشه که خیلی که واقعا میتونستن خوشبخت باشن با هم و زندگی کنن به خاطر اینکه دینشون فرق میکرده یا پدر مادرشون نذاشتن از هر دینی، اینا یک عمر اون حسرت یک عشق عاشقی و یک زندگی خوب به دلشون مونده و به طور کلی نشون داده این فرزندانی که از پدرهایی به مادرهایی خلاصی به وجود میان که از فاصله دارن، از یعنی نسبت قوم و خویشی ندارن، از کشورهای دیگه معمولا بچه هاشون خیلی باهوشتر و زیادتر به وجود میان. اینا از اینجاش هم بگذاریم و من برم دوباره سراغ تورات. بله خلاصه این حالا یک زنه، ببینید داخل یه چیزایی که من میگم با عقل جور در میاد، یعنی سارا 90 ساله شده، بعد ابی ملخ پادشاه گرار از این خوشش میاد. اینا من فکر کنم اون روانشناسا باید بیان دربارش توضیح بدن که آخه یه مرد به چه دلیلی میتونه مهر یه زن 90 ساله به دلش بیفته، عاشق زن 90 ساله. مگه بابا جون، مگه تو مثل دختره خوش بر رو پری پیکر نبوده که این بیاد به یک زن 90 ساله بند کنه؟ متوجه است. چشمتون روزی بعد نمیره، داستان کوتاه، اینم میبرش خلاصه توی چیز، خلاصه توی هجده و توی قصر و اینا. بعد خب این معمولا کسایی که بعد از اون کارها میکنن که خب چون من حدس میزن این چیه، بعدش میگیرن تخت میخوابن. این ابی ملخ نمیدونم میخواسته خستگی در کنه چیزی، قبلش میخوابه اونجا، خدا میاد به خوابش و میگه این چه کاری کردی، این زن شوهر داره. حالا این ابی ملخ خدا رو نمیشناخته، آخه یکی میاد به خوابش، این از کجا میفهمه این خداست؟ از خودش نپرسید تو کی هستی؟ و تازه کسیم که خواب میبینه به طور کلی عقلش از دست میده، یه چرت و پرتای خواب میبینه که شما خودتون فکر کنم از این خواب زیاد داشته. به هر حال بله، ابی ملک دوزارش میفته که بله داشته گناه بزرگی میکرده و بالا میشه و به ابراهیم میگه بابا چرا منو گناهکار کردی؟ من نمیدونستم که این ببخشی زن توی و ابراهیم هم میگه هم زن من هم خواهر می جفتش هستش. خلاصه ابی ملخ هم با نهایت بزرگواری میگه هرچی غلام و چیز اینا رو که داشتی وردار و برو، و اگه نه که آها میگه چرا این کار کردی؟ میگه وقتی که من اومدم چوب پکردم شما خدا را چون نمی پرستین، هیچ قاعده قانونی نیست امکان داره زن من رو بکشید. و این ابراهیم داره میگه من ترسیدم، اگر پیغمبر خداست، اگر خدا با اینه چرا باید بترسه؟ چرا به خدا توکل نکرد؟ چرا این همه که دعا میکنن این مؤمنین به خدا، به گاه خدا که پشت بناشون هست، چرا اون وقت این ابی ملک و مصری نه از کجا میشناختن این خدا را؟ بعدش هم خلاصه یه موضوع هم دیگه
خلاصه این ابی ملخ با نهایت بزرگواری میگه هر چی که بخشیدم مال خودتو برو، خلاصه که خیلی ممنون که ما رو گناهکار نکردی. حالا این خطش خیلی جالبه، من دلم برای این مترجمین تورات میسوزه واقعا، چون یه کلمات شرم‌آوری هستش که اینو روشون نشده. اینجوری که توی کامنت ها می نویسن اونجوری دیگه، همونجوری بنویسن اومدن با ایما و اشاره و استعاره، خلاصه یه جوری که شما گوشه دستتون بیاد منظورش چی بود. بله من اینو می خونم. خلاصه این وقتی که حالا این خداوند مهربان و عاقل دانا و توانا وقتی که میفهمه سارا داره رفته تو هجله این پادشاه ابی ملخ، همه پادشاه حاکم پلشتیم، نه تنها این چیز رو تمام پیشکارا خدمتکارا و تمام اونجایی که کار میکنن اینا مریض میکنه و مجازاتشون میکنه، مریضشون میکنه. حالا وقتی که این جریان روشن میشه خدا به رحم میاد و بگه چی کار کرده بوده با این پیشکارا و پیشخدمت کسایی که در بارگاه حاکم پلشتین بودن، میگه مجاره دفعیشون رو بسته بوده برای مجازات، بعد که خلاصه این جریان به خوبی و خیلی تمام میشه مجاره دفعیشون رو باز میکنه. شما یک دقیقه روی موضوع فکر کردین. من با یهودی ها میخوام صحبت کنم. مسلمان ها شما مجبور نیستین قسمت رو گوش کنین، برین تو کانال دیگه چرخی بزنن، انقدر برنامه خوبی دارن که حد نداره. آخه شما که این همین عبادت میکنین، اونها خام اینا رو به عبری، اگه عبری میخونه عبری هم میفهمید، به فارسی هم یه وقتایی میگن اینا به فارسی، این قسمت ها رو که میخونی چی فکر کرد؟ اینو با عقل جور درن، شما روتون میشاخه به کسی بگن این کتاب دینی منه. شما بچه هاتون رو به مدرسه های عبری میفرستین با هزینه بسیار که برنگ همچی چیزهایی بخون. میتونم ازتون بپرسم یهودی و مسلمون ها، بهایی ها، مسیحی ها، اینا به چه درد شما میخوره؟ ما چه گره ای از کار ما باز میکنه؟ به غرض که داره تعلیم دروغگویی و ریا و تقیه داره به ما میده. من نمیخوام به همه اون کسایی که باورمند دین هستن، عالم دین هستن، صادقانه اعتقاد دارن بی احترامی بکنم، ولی به همین خاطر، به همین داستان هست که اون کسایی که خودشون عالم دین و رهبر دین میدونن و خودشون سرور ما میدونن، میخوان ما به راه راست هدایت کنن، خیلی راحت تر با تجربه که از این چیزا دارن دروغ میگن، راحت تر دروغ میگن. چی دیدن؟ ابراهیم گفته، ابراهیم الگویی بوده واقعا برای اینا. اجازه بدین من در قسمت بعد راجع به قربانی کردن اسماعیل یا اسحاق یا اسحاق یا اسماعیل فرق نمی کنه، مسلمان ها میخوان بگن که ابراهیم پدر اسماعیل بوده، یعنی پیامبر اسلام بوده و اینا، مبارکتون باشه، خیرشو ببینین. امیدوارم اگر خیر ازش دیدین به ما بگیم ببینیم که این ابراهیم برای شما چه کاری کرده که ما هم دنبال راه شما باشیم. دربارش در برنامه آینده صحبت میکنم، ولی یک مقدار ما حاشیه بافی داریم در قسمت این برنامه. میخواستم یادی بکنه و زنده یاد فاضلی که خیلی با دل و جون حرص جوش میخورد تا ما رو بیدار کنه از این مصیبتی که توش گرفتار بودیم، و میگفت که ای کسانی که به این قرآن و خدا و این کتابای مذهبی ایمان دارین، شما سر تابوتی دارین نوحه میخونین که مرده توش نیست، سر تابوتی دارین نوحه میخونین که مرده توش نیست. یهودیان محترم، مسیحی ها، مسلمان ها، این کتابای مذهبی که تورات هم اولش بوده، بنیانگذارش بوده، توسط یک عده مرد نوشته شده، آدمای خوب همیشه همه جا هستش، ولی آدمای بسیاری هستن بیره، زن ستیز، بچه ستیز، که فقط فرق نذاشتن بین دوران پسر و دختر.
و اینها متاسفانه وارد اسلام شده. حالا اسرائیل حالا خودش فهمیده این چه چیزای چه مصیبتی گذاشته کنار از قانون اساسی و حکومتش. حالا بعضی کشورها نمیدونم کدام اومدن به اسم جمهوری هم ساختن و درست همین شرایط شریعت 3,000-4,000 ساله رو دارن بیرحمی و کشت و کشتار اینا رو دارن اجرا میکنن، همون چیزی که الان داره توی جمهوری اسلامی میگذره. ما یهودی ها شاید، گفتم شاید، مقصریم. ما به دنیا مدیونیم، باید عذرخواهی کنیم که این دین رو آوردیم، معرفی کردیم، خدا رو از زمین برداشتیم، فرستادیم آسمون که تا حالا نه کسی دیده، نه اثری ازش دیده، نه هر چیزی. بهونه رو دادیم به خاطر به یه عده که بیان دوباره ادعا کنن که همون مسیح و ماشیه و اینا هستن و خلاصه در چپ و راست هم دارن میان. و بعد یه همچین مصیبت هایی که خیر دنیا رو گرفته سررشتش تو همین تورات. من از طرف خودم شاید از خیلی دیگه از شما عذر میخوام و قول میدیم تا 4,000-5,000 سال دیگه دینی دیگه به شما معرفی نکنیم. و اما حاشیه بعدی که میخواستم برگم، یک کمدین بود اسم جانی کارسون و یه جوکی میگفت که مردی میره پیش یک زن خیلی خوشگل و خوشبر و روح بالا بلا و مکشمرگمایی، بهش میگه من $10,000 بهت میدم یه شب با من تا صبح سر کن. حالا چه فکری سرش بوده من نمیدونم. این زنها میگه که این سر تا پاش $10 نمیارزه. حالا من میگه یا درو میگه یا امکان داره لگه $10,000 پول میده کمی نیست، ما جاده افاف یه شب خارج میشه. میگه باش. وقتی میگه باش این مرده میگه ده دلار. میگه ای تو گفتی $10,000، چرا حالا $10ش کردی؟ میگه ما سر اصل موضوع به توافق رسیدیم، حالا سر قیمتش داریم چکوچونی میزنیم. خب حالا ای کسان روشنگران، من میتونم به شما پیشنهادی بکنم. کسی که به یک دین ایمان میاره حاضر نیست هیچی را قبول کنه به غیر از اون چیزی که تو ذهنش رفته، پدر مادرش تو ذهنش کرده یا کسای دیگه یا علمای دین. مثل یک ورقه نازکی که روی مغزش پیچیده شده شفافه، چیزی نمیشه. این از دین خودش حاضر نیست چیز اعتقادی قبول کنه، ولی از دینهای دیگه چرا این کار میکنه؟ حالا شما بیاین یک کاری کنین، این چیزایی که تو اسلام شما باش موافق نیست نگین تو اسلامه. شما بگین هرچی بگی محمد گفته تو اسلامه میگه درست. حالا اگه بگین این همه حرفا رو در بس، بگین یه پیغمبری دیگه گفته تو ژاپن یهود، خب با عقل جور در میاد، یه توش فکر نظر چیه؟ احتمال خیلی زیاد میگه نه این با عقل جور در نمیاد. مثلا اینه که یونس دهان ماهی بوده، یا اینکه کشتی نوح سن 500 سال داشته رفته از تمام حیوان نر و مادر گرفته با 3 تا پسر اونا خالو همسن سال خودش باید باشن دیگه. تو بیا 50 سالت باشه ببینم میتونی قایق بسازی، بیا یه 4 تا بز و خر و گاو و این چیزا، برو 2 تا مارمولک نر و مادر میشینی پیدا کنی یاره آنه شیر و ببر و چیزه اینا تو سرت بخوری، اینا رو میشن بعدش بپرسید، ببینی از بپرسید اینا با عقل جور در، یه پیغمبری هستش، یه کتاب مذهبی هستش، اینا توش هستش، اینا با عقل جور در. میگه نه. وقتی که گفت نه، اومد بهش بگو ای مسلمان گرامی اینا تی دین خود هست. اونجا تو فکر میفته، چون بهترین راه برای بیدار کردنی که ازش پرسش کنید تو فکر بندازینشون. راجع به اون لایه‌ای که به شما گفتم، ببینید اگر که در زمان قدیم این ابراهیم بزرگوار، موسی، تا اینا تو بیابون زندگی میکردن، صحرای بیاب و علف، و به همین جهت که میبینید از بز و خر و گرگ و اسب و شتر اینا حیوانای دیگه چیزی توش نیست. یه آسمون نیام که میدیدن فکر کنید کاسه آبی رنگ بزرگ، کاسه آبی رنگ بزرگ دور سرشونه و ستاره ها، و همون چیزی که میدیدن نوشتن. با اون کسام که نمیخوندن میبینن این با عقل اون موقع جور در میومده. خب بله دیگه، این صافه و زمین صافه. در حال حاضر شرایط فرق کرده برای بهایی ها. بهایی ها وقتی که اون سفینه ها رو فرستادن به فضا،
کروی بودن، گرد بودن کره زمین رو دیدند. حالا بیاییم با اینا صحبت کنیم که چطوری اینا رو برای شما میان توجیه کنن که داره با عقل جور در میاد. یا علم هایشون بهایی‌ها انکار نمی کنن که 15 میلیون سال، میلیارد سال قبل بینگ بنگی بوده و آدم و حوایی وجود نداشته در واقع. متوجه هستین؟ ولی خب اینا حالا یه جوری میان خلاصه میان برای شما داستان سرایی میکنن که بله این به رشد طبیعی تکامل اعتقاد دارن، بعد به یه مرحله میرسه که آدم و حوا خودشون رو میشناسن، اونجا دیگه که تو بهش شروع میشه. بیاین ازشون بپرسین از راجع به این داستانایی که قبول دارن خودشون، شما مجبور نیستین آگاهی اطلاعات خیلی بیشتری داشته باشین. فقط اگه بپرسین باور کنین هم دانش خودتون بالا میره، همون که اینا اگه یکی شک کنه خودش دنبال این کسا میره. بزرگترین فیلسوفای دنیا یهودی بودن، چون که هرچی تورات خوندن دیدن چیزی با عقل جور در نمیاد و رفتن فکر کردن و دانششون رشد کرده و تنها کسی یا اقل ما میشناسیم شهامتی داشته یک حاخام بوده باروخ اسم نوزا که اینا رو گفت اینا پای و اساسی نداره و نفرینامه براش نوشتن. و حالا در آینده براتون خواهم گفت. یکی دیگه این که من با کسانی که بر روشنگری میکردن بشه میگفتن شما به مسلمان ها دارین ظلم میکنین، شما کارتون درست نیست. اگر که میخوان روشنگری کنین از تمام دینای ابراهیمی بیان، از یهودی ها بگین تورات اینا، میگفتن که نه ما دین یهود کاری به ما نداشته، نیومده ایران رو بگیره، نیومده حکومت اسلامی بگیره و اینا. و اینا درسته، یهودی ها میدونه خدا اومده فقط به یهودی ها گفته من فقط تو رو میخوام، من تو رو دوست دارم، تو رو رستگار میکنم. و اینا هیچ حتی بخوای یهودی بشین با 1000 مکافات قبولتون میکنن تو ازدواج ها و اینا. ولی خب کاری ندارن اگه هم بخواد یکی از دین یهود بیاد بیرون. من که از دین یهود اومدم بیرون اینا از خداشون بود، میگفتم برو مسلمون میشه، اصلا ما کاری به کارت نداریم. منم هیچ کس ما رو قبول نداره، نه یهودی ها نه مسلمان ها نه کافر. خلاص همین وسط گیر کردیم، اجازه بده. و اینه که میخواستم بگم روشنگری مسلمان تبارها برای یهودی ها گمراه کننده بود. علتش اینه که من میدیدم بعد از این پیرمردا پیرزنای یهودیا فولادبن که برنامه داشت می اومدن جلو تلویزیون می نشستن و خلاصه نقل و نبات و ایدار منتظر این برنامه و این هر بدی که از اسلام می گفت اینا دلشون غنج می زد، می گفتن اینا تو یهود نیست، ببین ما چه دین خوبی داره. و خبر نداشتن که کشت و کشتار و این چیزا ظلم و تبعیض توی یهودیا دست کمی از قرآن نداره، حتی پیش داره منتاش نمیخواستن ببینن، نمیدیدن، فکر میکردن اینها مال غیر یهودی هاست و هر بلایی غیر سر خدا خواسته سر غیر یهودی بیاره مجاز بوده. متوجه است اینها را از خودشون جدا میدونستن. به هر حال دیگه این که در یه ذکر خیلی بکنیم از آقای میرزا عسکر ایمانی، کلیپی پر کرده بود با دل خون و گله میکرد از اون روشنگرانی دوستانی که میاد و بله مثل که فرصت ما هم داره تموم میشه و نه آگاه هستن، میدونن از این خرافات، ولی بهشون توصیه میکنن که کاری نکن. و مانی میگفت که اینا مسئولیت سنگینی دارن که ما تو همین خرافه ها و این چیزا تا حالا گیر کردیم به خاطر وجود همین کسایی هستن که اینا رو میشناسن و نه تنها کاری نمی کنن بلکه جلو ما میگیرن. و مارتین لوتر کینگ هم میگفت اون کسایی که خیلی خطرناکتر هستن از اون نجات پرست ها و اون سفید پوست های هستن که به نجات پرستی اعتقاد ندارن ولی بی تفاوتن، نسل خاموش. به هر حال با سپاس از دوست گرامی آقای آزاد فارسانی که با بزرگواری و صبر و تحمل کمک میکنن ما هم اینجا حرفایی بزنیم و این نظراتتون رو لطفا پای کامنت رو بنویسین. اگر نمیخوان اینو توضیح کنین هیچ اشکالی نداره، خیلی دست رد به سینما زدن گوش به حرفم
ندادن، ولی خواهش میکنم از کسای دیگه، هر کس برنامه ای داره که میبینه شما رو به فکر میندازه یا دیگران رو، تکثیر کنید، توضیح کنید و این بزرگترین و کم هزینه ترین کاری که میتونیم بکنیم به خاطر اینکه سهمی در بهتر شدن آینده ما داشته باشه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بدرود.